درود بر دوستان عزیز امیدوارم حالت خوب باشه هر هستید تندرست باشید لازمه که من دوباره بازگویی کنم این ست واژگان رو تفاوتش رو بدونید خیلی مهمه برخی دوستان میان دیدگاه ها لطف دارن به ما مهر دارن و ما رو با ها خطاب میکنن ولی ما اصلا به کلمه ملیگرایی حساسیت دارم و اصلا خدا ملیگرای رو نمیدونم مخالف ملیگرایی هستم و دوست دارم این واژگانی برای شما هم مهم باشه هرچند در اصطلاح ملیگرایی گرایی میانگرایی ممکنه برای شما در نگاه اول یکی واژه ولی اصلا نظر فلسفی و سیاسی و بار اجتماعی خیلی این ستا واژگان با هم فرق میکنن بعد الان من توضیح میدم شما انتخاب کنید کدوم میخواهید باشید ملیگرا میخواهید باشید میهنگرا میخواهید باشید یا ایرانگرا میخواهید باشید برای دشمنان ایران هم بار این ستا خیلی مهمه اما ملیگرایی من ملیگرایی رو در کل یک فرایند صهیونیستی میدونم به صد سال اخیره که جریان فراماسانه درست کردن با آمدن آتا ترک آتا ترک اصلا نه ترک بوده نه در واقع یک جهود یهودی قطعی یهودی بوده فراماسون بوده و ترک هم نبوده اینو در یک جنگ ساختگی در یک شکست ساختگی تبدیل به قهرمانش کردند که بیاد معمولیت که داره در واقع نابودی امپراتوری عثمانی عقب نشینی از سرزمین فلسطین و باگذاری به انگلیس و تشکیل اسرائیل رو انجام بده این معمولیت آتاتورک بود در واقع کار آتاتورک عقیم کردن امپراتوری عثمانی بود به اسم ملیگرهی آمد بعد اصلا ملیگرایی یک پاژه نیست که بعد ملیگرا همشون اکثرا غربگرا هستن به هیچ وجه ایرانگرا نیستن میانگرا هم نیستن هیچ و بیشتر در پیاده سازی ماموریت اهداف و برنامه جریان استعماری ملیگرا این خمینی میگفت ملیگرایی کفر است حالا بند خدا ناخداگاش این حرف رو میزد ولی باطن حرفش درست بود نگاه کنید مصدق وقتی ملیگرا باشه نزد آزادی وقتی ملیگرا باشه نمیدونم بختیار رو صد اینو مصطلح در اصطلاح سیاسی ملیگرا هستند ولی همشون ضد ایرانی هستند اصلا ایران باستانی که اصلا نیستن چون معیار مهم واسه ما جریان ایرانگرا ایران باستان بسیار مهمه اینا هیچ کدوم ایران باستانی که اصلا نیستن و ایرانگرام نیستن اصلا و ملی گرایی بیشتر به موضوعات روز میپردازه یعنی که ممکنه یک قومی بعد هزار سال دو هزار سال هویت ژنتیکی و فرهنگیش عوض شده باشه دقدقه های روز است ملی گرایی به های روز میپردازه نه به های فرهنگی کهن و باستانی مثل موضوعی که نفت ملی کنیم نمیذاره مسکن رو ملی کنیم معادن ملی کنیم آیا این کار بکنیم این پیمان بین المللی ملحق بشیم نشیم اینجور یعنی چیزای خیلی پیش افتاده روز هست به این میگن ملیگرایی یعنی رجوع به نظر ملت در واقع ملیگرایی اینو ملتگراییه هیچ ارزش برای من نداره مخصوصا که جریان نفوذی پر از فراماسون و آدم های تحصیل کرده غرب و به شدت غرب غربگرا هستن ملیگراها و زد ایرانی هم هستن شما به سابقه ملیگرای ایران نگاه کنید در سر قضیه جزایر بوموسا بومسو یا همون تا ما به کوچک و اینجور چیزها اگر نیا کنید بر ضد ایران اصلا بیانه میدن هر یک قدم اقتدار برمیداریم شا به سمت اقتدار نظامی برمیداشت ضد شاه بیانه میدادن آخونده به سمت اقتدار نظامی میرن ضد اقتدار نظامی بیان میدن در کل ملیگرها ضد ایرانی هست به هیچ وجه من خواهش دارم از بچه ها به هیچ وجه نگید هم دیگر رو ملیگرا ملیگرا هیچ فخری نداره من که واقعا از این کلمه حساسیت دارم و اون ز... کلمه ضد ایرانی میدونم احساس میکنم کسی به من میگه ملیگرا من نوکر زهیرونیستم یا نوکر فراموسن رو هستم ملیگرا هیچ فخری نداره یه عرب میتونه ملیگرا باشه یه ترک هم میتونه ملیگرا باشه و با همه به جون هم میندازن با ملیگرایی اما میهنگرایی یک پله بالاتر است ملیگرایی ملی گرایی گفتم ملیگرایی حتی به موضوعات میهنی هم نمیپردازه ملیگرایی ملیگرایی به دغدغه‌های دق روز و روزمرگی میپردازه اما میهنگرایی به محدودهای سرزمینی مرز و اینجور چیزا هویت یک کشور میپردازه هویت یک کشور و ناسیونالیسم در واقع بالاتری است میهنگرایی اینم برای من ارج و افتخاری نداره که میهنگرا باشم فردا مردم مثلا اگر یک پیش خدا حاضر شدم به من بگن که چکاره بودی من میهنگرا بودم خب این هیچ نفعی به خدمتی برای بر کلیت بشریت نداره اما ایرانگرایی فرای همه چیز هست ایرانگرایی یک مذهب یک کیشه یک آرمان یک برنامه‌ریزی مدون ژنتیکی چند هزار ساله است برنامه‌ریزی شده سناریو است سناریو چند هزار ساله است ایرانگرا کسی که آرمان داره برای کل بشریت نه اینکه فقط عشق به ایران باشه ایران یک محدوده سرزمینی نیست تفکر ایرانگرایی تفکر آرمانی است ایرانگرا یعنی که تو میخوای جهان رو اصلاح کنی تو میخوای مصلح باشی برای بشریت تو میخوای خیر به بشریت برسونی تو در ادامه تفکرات و اندیشه های سه ها، سود ورزت کروش هستی و تو به واسطه فرهنگ تمدن ایران میخوای در جهان عدالت پیاده کنی و برابری پیاده کنی و این خیلی آرمان مقدسی بزرگی توش عشق به ایران رو داره به واسطه اون آرمانی که تو داری که میخوای برای بشریت صلح بیاری صلح ارمغان بیاری برابری بیاری جلو ظالما رو بگیری و این نظام طبقاتی تحقیر کننده طبقات بالا که طبقات پایین رو تغییر میکنم و بردهداری نوین رو شما جلوش بگیری به وسیله ایرانگرایی، این راهی بوده که چند هزار سال تو ایران پیموده شده و پخته شده الان و کل سرسبدش و نکه این حرکت هم مهدیگرایی است بارها گفتم مهدیگرایی بسیار ارزش داره و ارزش داره و یه صد درصد یک آرمان ایرانی خالص و صد درصدی است و با به کمک آرمان محلی که میراث تمام چند هزار ساله تمدنی ما هست تمام تاریکی جهان رو خواهیم شکاف و بر جهان نور خواهیم تاباند و ایرانگرایی برای من خیلی شرف داره به خاطر همین توصیه میکنم ایرانگرا باشید نه ملیگرا که چه ملیگرا باشه خائنی به قول خمینی دیگه واقعا دوست داری شما در کنار مصدق و نمیدونم بختیار و بنی صدر رو، بازرگان و اینا رو بذارن این آدم های میهنی و زده ایرانی میهنگرایی هم ارجی نداره واقعا که شما تحصیب کور داشته باشی آخه یک سرزمین به نوبه خود تحصیب کور داشتن بهش فایده هنر نداره چون که یه پاکستانی هم سرزمینش داره یه هندی هم داره یک هر کشوری هر مردم هر کشوری این حس رو دارن و این حس فخر نیست اما ایرانگرایی شما به تمدن چند هزار سالت مینازی مهمتر مهمتر و مهمتر من همیشه تاکید دارم باستانگرایی 90 درصد ایرانگرایی باستانگرایی که با در واقع ما با ائمه تفکر شیعه تلفیقش کردیم و قویترش کردیم آرمانیترش کردیم هر شما میگی ملیگرایی هیچ به وش توش نشانی از ایرانگرایی باستانگرایی نیست حتی به نظر من شما مزدور جریان فراماسونی و صهیونیست میشه اگه ملی گرا باشه توش اون قوه موتور محرکه برای اینکه شما رو حرکت بده به سمت آرمان جهانی توش وجود نداره تو رو محدود میکنه به سرزمین خودت اما ایرانگره آرمان محرکه جهانی هست برای کل بشریت و ما سخن داریم ما حرف داریم ما تمدن داریم یه تمدن چند هزار ساله ای که ما است به نیروی فراوهر فراوهر یعنی پیش برنده هل دهنده جلو برنده معنی لغویش این هستن فراوهر و ما ایرانگرا هستیم نه میهنگرا و نه ملیگرا ایرانگرا آرمانه ایرانگرای ایران رو تبدیل به دین میکنه مذهب میکنه کیش میکنه که توش اون آرمان بزرگ نیاکان و باستان ها که تلاش کردن بر برقراری عدالت در جهان و انسانیت و حذب بردهداری و صلح و محبت و مهر و کیش مهر در ایرانگرایی است به خاطر این من دوستان عزیز تقاضا دارم در بکار بردن واژگان خیلی رایت کنم ملی گرایی اصلا به کار نبرید میهنگاری هم گفتم زیاد واقعا خوبه میهنگاری خیلی خوبه ولی واقعا پای ایرانگرایی گرایی نمیرسه در ستاره پروین هست در اوج است. در اوج کهکشان هست در مقایسه اگه بخوایم ایرانگرایی رو با مقایسه کنیم ایرانگرایی برای ما یه عقیده است یه مکتب هست و یک آرمان بزرگ هست من وقتی میگم ایرانگرا تمام عقبه 7000 سال تمدن رو توش میبینم به خاطر همین حتما باجه ایرانگرا رو به کار ببرید و هیچ وقت به خودتون رو ملیگرا نه صدا نزنید میهنگرا هم ایرانگرا فقط ایرانگرا شاد پیروز پاینده باشید تا